برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای هیوا صالح‌زاده، فعال سیاسی و رسانه‌ای از آماسیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای صالح‌زاده، با توجه به بحران اقتصادی و تورم شدید در ترکیه، سرنوشت مهاجران خارجی به ویژه ایرانیان و عراقی هایی که به این کشور مهاجرت کردند چه خواهد شد و آیا این شرایط آنها را به بازگشت به کشورهای خود و یا کشور دیگری ترغیب می کند؟ سلام و درود بر شما و همه دستاندرکاران برنامه شما. لازم به ذکر عرض کنم که شرایط فعلی حاکم بر ترکیه از سال 2014 شروع شده، از زمانی که کشور ترکیه سیاست اقتصادی انبساطی رو پیش رو گرفت و در اون با پایین آوردن نرخ بهره بانکی و افزایش نقدینگی در بازار سبب این شد که مقدار کشور به سمت سازندگی پیش بره. اما از همون زمان ما با موج مهاجرت بیشتر از هر زمانی در ترکیه روبرو بودیم، ولی این شرایط اقتصادی انبساطی در زمان مناسبش باید تغییر پیدا بکنه و به سیاست انقباضی تبدیل بشه. ولی خب دولت در این زمینه نتونسته کارآمد باشه و متاسفانه این وضعیت انبساطی هر روز منبسط‌تر شده تا تبدیل به یک تومور بدخیم اقتصادی در اقتصاد و اکونومی ترکیه شده. طبیعتاً تبعات همچین شرایطی بر مردم میتونه از کمتر شدن قدرت خرید مردم، افزایش نابرابری در جامعه و همچنین افزایش بزهکاری در جامعه و در نهایت مهاجرت باشه. مهاجرت یکی از تبعاتیه که این شرایط اقتصادی میتونه در این کشور با اون روبرو بشه. طبیعتاً در این وضعیت مهاجرین شرایط بسیار اسفناکتری رو تجربه خواهند کرد، چون امرار معاش برای اونها بسیار سخت خواهد بود. علال خصوص پناهندگان چون محدودیت‌های بیشتری برای اونها حاکم هست، طبیعتاً کسانی که بتونن خودشون رو از شرایط موجود و از ترکیه برهانند به هر طریق ممکن این کشور رو ترک میکنند و به سمت جلو میرند. خیلی از افراد هم طبیعتاً به کشورهای خودشون مهاجرت معکوس رو ما شاهد بودیم. خیلی از پناهندگان که توانی اون رو داشتن به کشورهای خودشون برگردند به مهاجرت معکوس روی آوردند. ولی متاسفانه یک سری از افراد و مهاجرین وجود دارند که نه راه برگشت به عقب برای اونها موثر هست، نه به سمت جلو رفتن و از ترکیه خارج شدن. این افراد واقعا در حال حاضر در شرایط بسیار تلخ و اسفناکی به سر میبرند و متاسفانه گاهی مردم عموم ترکیه بر این باورند که شرایط حاکم بر ترکیه از نظر اقتصادی شاید مسبب اونها پناهندگان باشند که اینجا مشاغلی رو اشغال کردن و مردم گاهید انگشت اتهام رو به جای که به سوی حکومت و دولت پیش ببرند و سیاست‌های اقتصادی اونها رو انتقاد کنند، بار بیشتری رو بر روی پناهندگان و مهاجرین می‌ذارند. در حال حاضر وضعیت پناهندگان و مهاجرین به خاطر وضعیت اقتصادی بسیار پیچیده شده و ما شاهد این هستیم که افراد تصمیم بر این می‌گیرند که چند خانواده در یک خانه مستقر بشن تا بتونن از پس هزینه های اجاره خانه و امرار معاش بر بیان. متاسفانه آمارهایی هم که در به صورت رسمی اعلام میکنن در بابت تورم نمیشه زیاد بر اونها استناد کرد، چون گاهی اوقات دولت ها برای اینکه اون اعداد کاهش پیدا بکنه اون رو با افزایش حقوق ها و یک سری ترفندهای اقتصادی پایین میارند که بتونن نرخ تورم پایین تر رو اعلام بکنن. اما من به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم که ما فقط در مسئله اجاره بهای منزل شاهد تورم های 300 تا حتی 400% هستیم، که فقط همین یک موضوع کوچک فشار بسیار زیادی رو بر مهاجرین و پناهندگان آورد. بله، سپاس از شما. هیوا صالح‌زاده، فعال سیاسی و رسانه‌ای از آماسیا.